مهربون جای تو بین ابراست عرش آسمون رویا دلم میگیره وقتی تو نیستی بیا واسه همیشه کنارم بمون رویا جونم مهربونم. با عرض سلام به تمام شما دوستان عزیز، من اشکان هستم در برنامه ستاره. این هفته همونجور که هفته پیش بهتون گفتیم یک برنامه فوق العاده جالب داریم. این هفته در کنار اندی عزیز هستیم، سوالای بسیار زیادی داریم که از اندی خواهیم پرسید و اولین سوالی که من از اندی دارم اینه که چجوری وارد دنیای هنری شدی و از چه سن و سالی. به هر حال از شما دعوت میکنم بشینید به پایین برنامه. کاش میشد که از لبه تو گل بوسهی بچینم پای صحبتهای گرمت عاشقونه من بشینم صورت ناز تو رو من همیشه تو خواب میبینم. خانواده منم مثل پدر مادرهای بقیه دوست نداشتن که من موزیسین بشم، چون همه فکر میکنن موزیسین ها سرنوشت خوبی ندارن و میرن مثلا موادی میشن و بهشون زن نمیدن و از این حرفا دیگه که ما تو اجتماع ما معموله. حالا این تقصیر کدوم نسل از هنرمندای ماست راجع به اون حرف نخواهیم زد، ولی پدر و مادر من از اونجایی که میدونستن بچهای ما همشون تو مدرسه خوب بودن، شاگرد اول بودن، من مثلا شاگرد اول کلاس خودم بودم، برادرم شاگرد اول بود و پدر و مادرم در هر کاری که ما شروع میکردیم واقعا ما رو حمایت میکردن. مثلا تیم فوتبال درست میکردیم، مادرم به تمام تیم فوتبال مثلا شام میداد. آره همیشه حمایت میکرد بچه‌ها رو. وقتی هم تصمیم گرفتم موزیسین بشم، با وجود اینکه خودشون زیاد موافق نبودن ولی مخالفت هم نکردن. بلا ای بلا دختر مردم بلا بلا ای بلا بوی گل گندم بلا بلا ای بلا دختر مردم بلا ای بلا بوی گل گندم بلا اون قدر نات پر از ناز و کرشم است نگاه کن جای پامون همون جا لب چشم است بلندام بلندام فقط من تو رو میخوام میترسم که رقیبون سر داد بذارن دام بلا شیطون خودم دشمنه جون خودم پرکون خوشگلیات دل داغون خودم دل داغون خودم بلا شیطون خودم هنرم مثل هر کار دیگه است. اگر خدا بهت اون استعداد نداده اصلا نباید بری دنبالش، برای اینکه با بهترین PhD نمیتونی واقعا هنرمند اصیل و اصل باشی، هنرمند خوبی باشی. خدا این استعداد و استعدادهای مختلف رو به آدمهای مختلف داده. یکی استعدادش تو انجینیرینگه، یکی استعدادش تو نجاریه مثل دایی من، یکی هم استعدادش تو موسیقیه که من روزی 100 بار تشکر میکنم از خدا که این استعداد به من داده، چون این اینه که من رو خوشحال میکنه. ولی استعداد تنها کافی نیست، هر چیزی رو در هر کاری میخوایی خوب باشی باید درسش رو بخونی، یعنی باید مدرسهش رو بری، با بهترین سیستم آشنا بشی، از تجربه های دیگرون استفاده کنی، بعد اون استعدادت پرورش پیدا میکنه، در نتیجه از اون هنری که خدا بهت داده الان به صورت وسیع تر استفادهش خواهی کرد. هستی رو باختیم من و تو تنهای تنها واسه یه امروز و فردا یه بطره کاغذی ساختیم تمومه هستی رو باختیم. اندی اومد به آمریکا، از اون نایت کلابی تو گلندل شبی 30 دلار شروع کرد به کار و یواش یواش بیشتر جا افتاد. خب از اون روزگار تا به امروز یه نوردمونی هست که واقعا از پله‌های خیلی بسیار زیادی شما قدم قدم اومدید بالا.
حالا قبل از اینکه به این بالا نگاه کنیم از اون پایین شروع کنیم. از کجا شروع شد؟ وقتی من اومدم آمریکا فقط انگلیسی میخوندم و خب با این آرزو اومده بودم اینجا که آهنگای انگلیسی بخونم و نوار آمریکایی ضبط کنم و تو این کلاب به اسم کلاب آندرس کوزین کار میکردم. اونجا فقط ساز میزدم و یه چند تا آهنگای انگلیسی میخوندم ولی خواننده های ایرانی میخوندن و من یواش یواش اونجا بیشتر پی بردم به این که ما موسیقی ایرانمون چقدر قشنگه و خب موقعی که جوانی و ربلی تو ایران قدرش نمیدونی ولی اینجا بیشتر به اون ریشه‌های خودم برگشتم و احساس کردم که لازمه که اونا رو هم مطالعه کنم و از همونجا من یواش یواش مثلا کاباریتران شروع کردم به ساز زدن، با خواننده‌های دیگه هم ساز می‌زدم، از ستار و شهرام شب‌پره و شاهرخ با همه کار کردم، بیس می‌زدم باشون، بیس گیتار و یواش یواش بیشتر با موسیقی ایرانی آشنا شدم و متوجه شدم که نه بد نیست، موسیقی ایرانی هم بعد نیست و بعد با کوروس آشنا شدم. قرار شد با هم دیگه یک نوار ضبط کنیم که قرار بود کوروس فارسی بخونه، من انگلیسی. البته اونم انگلیسی خیلی خوب میخونه ولی قرارمون اینطوری بود و منم یکی دو تا آهنگ فارسی داشتم و خانم ژاکلین هم یه آهنگ قشنگ به اسم خواستگاری به ما داد و خوندیم و شانسی این کار ما رو مردم قبول کردن و آلبوم گرفت و ما هم شدیم خواننده ایرانی. Let me feel you again. The way you touch me like you mean it. No mystery, no pretend. Ooh, your whisper speaks so loud, and your heart confirms. And when you touch me like you mean it. You give me more than words. Without you with me, I'm lost and I won't be found. You're the only one for me. Ooh, baby, you're the reason I live for. You're the season I long for. You're the one that makes me give. You're the one I really need. You're the time that I won't waste. When you're troubled, I won't rest for you. Lab, 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 it's all good and I know it. Jim says that it's all good and I know it. Tap, 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 it's all good if the junam. On this, that it grows the junam. Shab, 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 it's all good and I know it. So name a dio, shab, I'm see all it. So name a dio, shab, I'm see all it. گل 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 من ای گل نازم، منو چشم انتظار گذاشتی بازم. ناز ناز نازنین نازتو برم من، میونه عاشقات عاشق ترم من. دم دم دمک سر رسیده، خواب از تو چشام امشب پریده. خواب از تو چشام امشب پریده. یالا یا شباب، یالا یالا یالا. He's promoted as the Prince of Persian music, and music critics are calling him the Ricky Martin of the Middle East. The artist, known as Andy, is an exile from Iran who's made LA his home. And it seems like the 500,000 Persians living in LA all love Andy. For the past three summers, he sold out the Greek theater, turning away hundreds of disappointed fans. I like to make people happy. I don't want to see misery. I just want to go up there and play and have fun. La gente grita Susi, Susi te atrapa. His music career began in Iran. As a professional musician, I started from high school. And I only sang American music, rock songs, Deep Purple, Led Zeppelin. But when the Islamic Revolution took over in Iran, the type of music Andy loved was banned. And like millions of Iranians, Andy had to leave his homeland. It's an irony that we are banned in Iran, and people of Iran cannot listen to it. But in most Middle Eastern countries, like Arab countries, Dubai, Bahrain, they listen to Persian music and they like it. While he started as a rock and roll musician, it took the experience of exile to take Andy back to his roots. When I came to America, I realized how beautiful our music also was in Iran. So that's why I combined the rock element
and the ethnic music that I brought from there. His most recent CD, titled And My Heart, is produced by Miles Copeland, who has also produced albums for Sting, The Police, and The Go-Go's. You look at Andy, and here's a guy that really loves what he's doing. He's good at what he does, and he has an infectious energy. With this CD, Miles hopes to introduce Andy to a wider audience. I think Andy can succeed just as Ricky Martin did, even if he does sing in a foreign language, because music, great music is great music, and Americans can dig that just as much as somebody from Iran can. Andy is ready to please everyone, not only with infectious rhythms, but Andy sings in Farsi, Armenian, Spanish, and English. My biggest goal is to be able to do a concert where I can have all kinds of people there, not just Persians and Armenians, but Americans and Latinos and Indians, everybody, Arabs, under the same roof, listening to the same music and enjoying life together, away from all these political and social differences. Serena Yang. Brooke is away this week, and we're in the city of Los Angeles with an exotic blend of music for this week's show. Musical Exiles, the pioneers of Persian pop. Terrorvision, caught between hard rock and a hard place. Grammy-winning rocker Sheryl Crow, from the Globe Sessions to the World Beat Sessions. The Westwood area of LA is home to the largest Persian community outside of Iran. Many musicians settled here after their music was banned following the Islamic Revolution 20 years ago. From traditional sounds to Persian pop, their music is now reaching a global audience, including their homeland. And then there's Andy, whose music, videos, stage show, and feature appearances in People magazine have led to him being dubbed the Iranian Elvis. Obviously, the Iranian regime does not appreciate this form of music because it's too happy. It's, we call it sensual. They call it sexual, because we promote love and affection and hugs and kisses and maybe short skirts, girls dancing. All of these are illegal and banned in Iran, and so is my music. That's all for this edition of World Beat from Los Angeles. خب الان چند سالیه که من دارم سعی میکنم که موسیقی ایرانی رو به دنیای غرب معرفی کنم و با این موفقیت‌های اخیری که در گریک تئاتر داشتیم خب خیلی از آمریکایی‌ها از روزنامه‌ها از پرودوسرهای معروف پروموترها میان اونجا و من پارسال با مایلز کوپلند آشنا شدم که اومده بود گریک تئاتر مایلز کوپلند منیجر استینگ و منیجر گروه پلیس و خیلی علاقه نشون داد که با من کار کنه و منم خب با کمال خوشحالی قبول کردم و این نوار و قلب منو از طریق کمپانی آرک 21 دادیم به بازار. این اولین نوار منه که تو مارکت آمریکایی به صورت نشنال پخش شده و البته پخش ایرانیشو داده بودیم به کمپانی آون که خیلی هم کمپانی خوبیه و به خاطر این کراس اووری که ما کردیم یعنی به وسیله مارس کوپلند این نوارا تو مارکت آمریکایی هست و آمریکایی‌ها گوش میکنن و روزنامه‌های آمریکایی هم میان تو کنسرت‌ها راجع به فرهنگ ما، راجع به موسیقی ما می‌نویسن و این روزا خیلی موفقیت داشتیم به خاطر این مصاحبه CNN. Thank you.
heart is a highway cooing in my head. Warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance I saw a shimmering light. My head reeled, my cycle dim. Had to stop for the night. There she stood in the doorway. علی جان، چی شد که شما بیشتر علاقه من شدی که با هنرمندان مختلف همکاری کنی؟ اندی که خب علاقه داشت بیاد به آمریکا موسیقی آمریکایی بخونه، الان به زبان‌های مختلف داره آواز میخونه. خب ما اگر دقت کنیم ببینید، ایران ما همه نوع موسیقی گوش میکردیم. موسیقی هندی اونجا معروف بود، موسیقی افغانی گوش میکردیم، موسیقی اسپانیش گوش میکردیم، انگلیسی گوش میکردیم. یعنی اونجا من فکر میکنم بیشتر ورساتل بودیم تا اینجا اینترنشنال تر بودیم. و خب من اونا رو همیشه با خودم داشتم، اونا جزء خاطرات منم و منم از اون بچگی با همین موسیقی های ایتالیایی و فرانسوی و هندی بزرگ شدم. الان یه موقعیتی پیش اومده در دنیا و فقط من نیستم که اینو میبینم، همه دنیا داره به طرف موسیقی شرق میره، چون حتی در آمریکا موسیقی پاپ به یه جای رسیده که به قول خودشون دیگه اینسپریشن ندارن و دارن به طرف شرق نگاه میکنن. و به خاطر همینه موسیقی که از الجزایر و مصر میاد الان خیلی موفق شده و خواننده های الجزایری در فرانسه تو چارت نمبر 1 میشن و تو این نوار الان 3-4 تا خواننده از میدل ایست هست که خیلی معروفن در دنیا. و این 13 خواننده که یکیشم من هستم مثلا با کمال خوشحالی، اینه که من فکر می‌کنم این فیز بعدی موسیقی پاپ در دنیا خواهد بود. خیلی وقت اول، مخصوصا اولا که از مملکتم اومده بودیم بیرون، میگفتم اون آهنگا اون شعرهای قدیم خیلی قوی تر بود و استخوندارتر بود. با اینکه من فکر میکنم این چیزی که پاپ الان باید یک ریشه قوی داشته باشه که منی که از بچگی اینجا بزرگ شدم باز من به طرف خودش بگیره و ببره. ببین اگر از ویگن یا از منوچهر سخایی بپرسی، میگن موقعی که شروع کردم به خوندن همه پیشکسوت‌هاشون به اینا میگفتن نه موسیقی شما خوب نیست و موسیقی قبلی خوبه. همیشه موسیقی قبلی بهتره. ولی کی این حرفا رو میزنه؟ قبلی ها. برای همینم هر موسیقی رو در نسل خودش باید مقایسه کرد. و یه خورده از اون چای من بخورم چون دیروز تا صبح ما فیلم برداری داشتیم ولی خسته. موسیقی امروز رو باید با هنرمندای خودش و امروز مقایسه کرد. و من فکر میکنم با وجود اینکه در سالهای 70 در ایران واقعا تنظیم کننده خیلی خوب داشتیم، خواننده خوب داشتیم، آهنگسازهای خوب داشتیم، ولی اون برای اون زمان خیلی خوب بوده. الان آهنگسازهای ما، تنظیم کننده ما، خواننده ما امروز برای این زمان خوبن. بسیار خوب. میدونید درسته که خواننده ما داریم تا کارهای اینترنشنال انجام میدم، فوتبالیستای ما هم داره تو دنیا حساب گلای اینترنشنال میزنن. من یه عکس خیلی جالبی که دیدم، این عکسی هست از آقای علی دایی. بله. و اینم شما در کنار علی دایی هستید. بله بله، افتخار است. من یه تیشرت هم اینجا من میبینم شما امروز آوردید با خودتون.
تیشرت علی تیشرت بله. خود خود علی دایی بله خود علی دایی پشتش هم نشون بدی اسمش هم روش نوشته این تو تیم هرتای برلین بازی می‌کنه بندی جان عزیزم خیلی جالبه که من تو آلمان که بودم علی رو از نزدیک دیدم و هر جا می‌رفتیم بچهای آلمانی می‌دویدن دنبالش ازش امضا می‌گرفتن و من واقعا افتخار می‌کردم که جوان ایرانی اومده تو دنیای غرب و همه دارن میپرستنش و دوستش دارن و خیلی واقعا افتخار میکردم که در کنارش بودم. خیلی آدم متواضع خوبی هم هست. با هم بعد از اون رفتیم توی محله ایرانی بچه ها جمع کردیم با هم دیگه فوتبال بازی کردیم. ولی البته اگه تیم خودش بدونه جریمش میکنه. ما به کسی نمیگیم. دوستان عزیز الان در کنار یکی از دوستان نزدیک اندی هستیم یکی از بهترین کارگردان ها کسی که همیشه کنار اندی بوده کوجی جان خیلی ممنونم سلام مرسی کوجی جان من داره از دوستان مختلف اندی داره عقیده شون رو درباره اندی میپرسم دوستی که تا به حال داشتن خودتون دیگه این میکروفون دست شما والا من به نظرم اندی رو اگه بخوایم ازش تعریف و تمجید بکنیم یک ساعت هم بگیم واقعا از ته دل میگم کم گفتیم انقدر ریشه داره انقدر عمیق این بشر که باید یک جور دیگه موشکافی کرد اندی رو باید ببینیم آیا اندی دومی بخوایم بیاریم تو این بیزنس باید چه مراحلی رو بگذرونه برای یک اندی دوم به نظر من باید برگردیم به چند دهه و گذشته و بریم به یه دنبال پسری بگردیم که در سن 10 سالگی عاشق موسیقی باشه در سن 13-14 سالگی گروه های راک بند دنیا مثل بیتلز و فلیت وود مک و لید زپلین رو به خوبی بشناسه در سن 18 سالگی بتونه آلبوم سولو و یا به تنهایی خودش را در ایران تولید بکنه یک جوون 18 ساله شما پس با همه حرفا آره من اندی سالهای سال میشه من واقعا میگم اندی را از 15 سالگی شناختم واو. از ایران و در سن 18 سالگی فنش بودم تقریبا همسن اندی هم شاید تقریبا. یکی دو سال بزرگتر یا کوچکتر اونو بمونه برای بعدش اندی در سن 22 سالگی بود اگه اشتباه نکنم از ایران اومد به آمریکا تحصیلات دانشگاهیش در رشته موسیقی را تموم کرد بیش از 7-8 آلبوم و بیش از 10 تا آهنگ هیت یعنی شاه ترانه را تولید کرد و خلاصه ساختن یک اندی دوم مستلزم 30 سال فعالیت ممتد و خیلی خیلی حرفه‌ای و موشکافانه در رشته موسیقی باید دنبالش کرد یک آدم معمولی نمیتونه اندی دوم باشه به هیچ وجه He has sold an amazing number of records, but you probably don't know who he is, mostly because all week Tony was calling him the Parisian Elvis. But he is actually Andy the Persian Elvis. Oh, wrong country. He doesn't look like a superstar, but make no bones about it, Andy is big. 9 CDs, sales worldwide in the millions, but most Americans have never heard of the one named artist.
He sings primarily in Farsi, but also in English, French, and Spanish. His roots are in Tehran. He lived there for 18 years. Ironically, his music is banned in his homeland. I use a lot of relationships between men and women, and they don't appreciate that stuff because they don't like men and women too close to each other. And I definitely like that. And so do his fans, a fan base so big, he's reportedly the most bootlegged artist in the world. I know it by when I go to perform, I see thousands of kids who know my songs, but I know I didn't sell it to them because I didn't get a dollar out of it. In fact, some of his fans crammed a local record store during a recent promotion for his latest CD, Silk Road. And his concerts attract a young audience despite its wholesome nature. I always talk about no drugs, no drinks, and staying at school. The young kids love the music and the romance that goes on in the Still, his relative anonymity in the U.S. doesn't affect Andy one bit. And until he goes mainstream, he intends to keep doing what he's doing best, being the Persian Elvis. I think it's a great honor to affiliate me with Elvis because he's the biggest thing ever happened to music. But my music is not like Elvis Presley at all. And I think it's mostly because of my fans. بعد از سلام به تمام بینندگان و هموطنان عزیز من فرخ آهی هستم و خیلی خوشحالم که وقتی شد که راجع به یک هنرمند واقعی مثل اندی صحبتی بشه همونطور که میدونین من مدت 15 ساله که با اندی همراهی دارم برای اندی آهنگ ساختم و تنظیم کردم و کار تهیه آلبوم های اندی دست من بوده و کارهای ضبط آلبومایی که از اندی به بازار اومده من میخواستم این موقعیت رو استفاده کنم بگم اندی یک سمبولیه برای همه جامعه ما و من شخصا افتخار میکنم که دوستی به خوبی اندی دارم و هر سال موقع ضبط اندی که میشه واقعا موقع شادی و غذا خوردن و یک کار نیست بلکه موقعی که همه تمام همکاران من تو استودیو اشتیاق به اومدن اندی میکنن اشکان جانم از من پرسیده بود که یک خاطره از روزای ضبط با اندی بگم یادم میاد چند سال پیش نشسته بودیم و گرسنه‌مون شده بود با اندی طبق همیشه که اندی همیشه دوست داره غذا سفارش میده و اندی چون مواد حیوانی نمیخوره مثل من با دوستمون نشسته بودیم و گفتیم خب یه پیتزا سفارش بدیم که همه دوست دارن اندی تومیتو ساس هم نمیخوره سس گوجه فرنگی و این دوست من هم پنیر نمیخوره زنگ زدیم به آقای پیتزایی گفتیم که لطف بکنید یه پیتزای بزرگ بیارین که سس نداشته باشه و برای اون دوستمون هم پنیر نذارین و اون آقای پیتزایی من گفت پس من یه دونه نون بزرگ براتون بیارم شما اینو به عنوان پیتزا استفاده بکنید در هر حال موقعهای ضبط با اندی همیشه موقع شادی و یادگاری برای من میخواستم بگم اندی به جز یک هنرمند خوب و یک دوست خوب یک انسان به تمام معنی است و من همیشه آرزوی موفقیت اونو دارم نظر من و برای من بهترین صفتی که به ذهنم میرسه وقتی راجع به اندی حرف میزنم یک دوست خوبه اندی برای من حکم یه برادر دلسوز رو داشته در تمام سالهایی که با هم دیگه کار کردیم و امیدوارم همونطور که از آغاز ترانه سراییم با اندی شروع به کار کردم امیدوارم که تا آخرین روزی که
این کار رو ادامه میدم با اندی کار کنم. اندی یک پیشگامه در هنر خودش. کسیه که حد و مرز برای کارش و هنرش قائل نیست. و من خیلی به این مسئله احترام میذارم. شخصیه که بسیار مصممه، بسیار پشتکار داره و هدفش مشخصه و به سمت هدفش خیلی به صورت متداوم جلو میره. اجازه نمیده که مشکلات و سدهایی که جلوی راهش هستن اونو متوقف کنن یا دل سرد کنن. دل خسته سازش میکنه، تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه. با صبوری با منه، دل خسته سازش میکنه. خب انی جان، ما الان در دنیا یه خواننده ترک داریم به نام تارکان که ایشون یک محبوبیت بسیار بزرگی دارن در سراسر دنیا. چرا هنرمندای ما مثلا نمیتونن آلبینا باشن؟ یا چرا کم؟ البته خب هستن مثل شما، ولی کم، تعدادشون چرا کمه؟ چرا در من همیشه در این برنامه میگم که وقتی جوان ایرانی میخوان یه کاری انجام بدن همیشه اون بالا بالا فکر کنن، یعنی همیشه یه کاری فقط برای یک گروه و دسته انجام ندن، یا برای یک نشنالاتی مثلا فقط برای فارسی نخونه، برای دنیا بخونه. یا مثلا اگه بر فرض دکتری، فقط دکتر ایرانی ها نباش، دکتر همه باش، که همیشه باعث افتخار ما ایرانی باشی در سراسر دنیا. خب یکی از عواملش فرهنگیه، یعنی ما همیشه گفتیم هنر نزد ایرانیان است و بس، و در حال هم بستیر مثلا با خارج هم کاری نداریم، نه اکسپورت کردیم نه ایمپورت، یعنی قاطی مردم نبودیم هیچ وقت. این بار اوله به خاطر انقلابی که در ایران شده ما پخش شدیم در تمام دنیا. دکترای ما اومدن در مثلا برزیل الان پرکتیس میکنن. خب در نتیجه همه ایرانی ها رو میشناسن، میگن ایرانی ها دکترای خوب دارن. مثلا نجارای ما الان تو آمریکا بهترین کارا انجام میدن. ای ایرانی ها چه نجارای خوبی هن. یعنی ما برای اولین بار تالنت خودمون رو آوردیم به دنیا، داریم معرفی میکنیم، و هر جا میری بچهای ما یا بهترین کشتیگر اونجا یا بهترین جودویستن، بهترین فوتبالیستن، موزیسنای خوبین، دکترای خوبین، مهندسای خوبین. خب به خاطر اینکه تازه درهای ایران باز کردیم به روی مردم دنیا، و تازه یعنی این یعنی الان 20 ساله نه، کشورهای مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل اسرائیل، اینا همیشه خرید و فروش داشتن، خرید و فروش هنر و هنرمند داشتن. در نتیجه آرتیستاشون از ما خیلی جلوترن در صحنه بین المللی، مخصوصا در موسیقی عرب. اگر تارکان رو میگی، تارکان از حمایت 60-70 میلیون ترک برخورداره، و ما اینجا با 2-3 میلیون ایرانی که در تمام دنیا پخشن و اصلا بهشون اکسس نداریم، تازه به خاطر این تلویزیونای مثل اینای تیوی داریم، به دهکورهای مثلا سوئد میریم و با مردم در تماسیم. نمیشه مقایسه کرد. تارکان موقعی که میخواست نواری که الان تو ساوت امریکا اینقدر معروف شده بزنه، یک آدم میلیونر بود با میلیونها دلار اومد تو مارکت. ما هیچ خواننده ایرانی نداریم که میلیونها ریال هم پسنداز داشته باشه که از این پسنداز بتونه استفاده کنه که بره تو این مارکت. و تو مارکت خارج از ایرانی رفتن یعنی یک سرمایه هنگفت، یعنی یک حمایت بزرگ.
خوشگل ترین هم نازه تو عاشق ترم کرد به خدا خوشگل ترین هم ناز تو عاشق ترم کرد به خدا دختر بندر لب تو جون به لبم کرد به خدا خوشگل ترین هم ناز تو عاشق ترم کرد به خدا خوشگل ترین هم ناز تو عاشق ترم کرد به خدا دختر بندر لب تو جون به لبم کرد به خدا خوشگل ترین هم ناز تو عاشق ترم کرد به خدا خوشگل ترین هم ناز تو عاشق ترم کرد به خدا دختر بندر لب تو جون به لبم کرد به خدا خوشگل ترین هم ناز تو عاشق ترم کرد به خدا یک سال خیلی خیلی مهم از دارم پیغامتون برای این جوانه چی هستش؟ پیغامه که دوست داری به شکل یک دایی، یک عمو، یک برادر، یک دوست به گوش اینا برسونی. اولا این اواخر به خاطر این اینترنت و ایمیل ها الان من خیلی بیشتر با بچه های داخل ایران در تماسم و چقدر خوشحالم که اینقدر بچه های ما پیشرفت کردن که همشون با کامپیوتر واردن و ایمیل میفرستن و من تا اونجایی هم که میتونم میخونم و جواب میدم و میدونم اونجا چه چیزهایی در زندگیشون کمه. به انگلیسی میگن don't give up، یعنی شکست رو قبول نکنین. مهم نیست در زندگی چی دارین، ولی از اونی که دارین استفاده کنین که بهترین رو از اون زندگی خودتون بسازین. حالا درسته که ما تو ایران الان آزادی موسیقی نداریم، ولی خیلی چیزهای خوب داریم اونجا. از اون استفاده کنین که به این برسین. یعنی من فهم کنم بچه های ما تو ایران اینقدر بچه های این نسل ما اینقدر نسل خوبیه، اینقدر نسل فهمیده و دنیا دیده تریه به خاطر تلویزیون، به خاطر ماها که کمکشون کردیم که بدونن دنیا دست کیه. این نسل میتونه ایرانو به یه ایران خیلی متمدن‌تر تبدیل کنه و تنها راهش هم اینه که درس و مشق رو بخونن، مدرسه‌شون رو برن، هر کاری دوست دارن، کاری که واقعا دوست دارن انتخاب کنن که بتونن تو اون کار خوب باشن. و پرزیدنت کندی همیشه میگفته که از ما نپرسین که دولت برای شما چی کار کرده، از خودتون بپرسین که خودتون برای دولت چی کار کرده. من همیشه فهم کنم مثلا دور از این اختلافات سیاسی و دولت و شاه کیه، پرزیدنت کیه، ما مردم خودمون مسئولیت داریم برای بهبودی کشورمون. نه اگر ما 60 میلیون نفر کارمون رو درست انجام بدیم، کشور به جای خوب میرسه و هیچ دولتی نمیتونه جلوی کار خودتو بگیره. پس مهم اینه که ما بچه‌ها، این نسلی که الان تو ایران بزرگ میشن، بهترین سعیشون رو بکنن، بهترین کارشون رو بکنن که خودشون رو اول درست کنن، یک آدم موثر در سرنوشت کشورشون باشن. 60 میلیون تا آدم اونطوری کشور رو میتونن
اینقدر پیشرفت بدن که حتی به کشورهای جهان اول هم برسه. گلی جان گل من، رنگ شادی تو چشمه، واسه تا همیشه شوق بوسه رو لبامه. تو بیا که نگاه توی راه تو نشسته، تو بیا که دلم به تلسم تو شکسته. گلی جان وقتشه دیگه از را برسی، یار عزیزم وقتشه که تو از را برسی، یار تو بگو از گل عشقی که تو راه کاره با تو بیام که دل من بیقراره. میدونم که سحر پشت شب خواهی سیاهه، تبش رو تنم یه مصافه توی راهه. گلی جان وقتشه دیگه از را برسی، یار عزیزم وقتشه که تو از را برسی، یار